عافیت باشه. سلامت باشی. نمیدونم چرا آب همون داره سرد میشه. اگه کارا تموم شده همین الان برو همون. نه، هنوز تموم نشده. میگم وقتی که شما سرپرستی منو قبول کردید پروندم هم دیدید؟ آره، معلومه. چطور مگه؟ میخواستم ببینم مادر پدر واقعا چی شدن؟ همون چیزی که همیشه آخندم به میگه یا یه چیز دیگه است؟ آقای خندان چی میگه بهت؟ گفتش که وقتی که من پیدا کردن هیچ خبری ازشون نبوده. تو پرونده هم همینو نوشته. از کلانتری و این ونور پرسجو کردن اما چیزی پیدا نکردن. حالا چی شده که سهراب جان از این سوالا میپرسی؟ همینطوری سهراب جان. همینطوری که نمیشه. بله. سلام آقا هاشه. خوبی؟ چرا نمیشه؟ پیش منم بیا، دلم برات تنگ شد. گوشی. سهراب جان. جان. همین پارکس داره؟ آره دیگه. همین. اونجا دم درش نگه دار. خیلی خوب. من همینجا سمیم. همینجا نگه میداری؟ خب بایسه هاشمو ببینی بعد پیاده شو. نه آخه اینجا نیست، توه. همیشه قرارمون توی پارکه. خدافظ. سهراب، دو ساعت دیگه بیام خوبه؟ آره خوبه. فقط میخوام یه سر حرف بزنی. باشه پس همینجا وای میسی دیگه. آره خدافظ. خداحافظ عزیزم. من باوشلیوس. او آدرس من دیابلر سویز. خب اینو بعد مستقیم برین. چهارای اول نه، چهارای دوم یه میدونه. کنار میدون یه خیابون خیلی باریکه. اونو داخل بشین. کوچه یاس اونجا. ولی بازم بپرسین، من شک دارم. ولی بعد از میدون یه خیابون باری که همونجا. الله زارماز.
قربون شد که بابا قور نزنید دیگه بابا همش خاکی بابا الان میرسیم دیگه همین نزدیک اونو آجید بابا بایسته اصلا نخواستیم بایسته بایسته یه چی بذار رو کرایه چی بذارم رو کرایه بابا من قرارمون همش دو تومن بود تو نگفتی اون سر دنیایی که گفتم به دوره چجوری اومدی اینجا؟ دیشب که اومدم خیلی شلوغ بود دست روش همه اینجا ریخته بودم نمیدونم چرا خلوت شد سهراب سهراب اون سگه زنجیرش بازه؟ نه بابا بیا بریم بیا چی نمیشه سهراب بودو نه بودو اگه بدتره بودو شعبونو زدن جنن میخواد خوشم اومد سهرابی که دنبالش بدیم منم گفتین سهراب بیشب چه ساعتی اومد؟ نزدیکای نو هاشمم انگار خیلی دیر اومده یه خالی هم بس ولی من عجیبه این بچه های هیچ وقت انقدر دیر نمی اومدن حتی هیچ وقت نشده بود یه همچین دروغای گنده‌ای بگن پلیس خبر کنیم؟ پلیس نه تا اصحاب میکنیم انشالله که بر میگردم اگر خدای نکرده بر نگشتن اون موقع به پلیس خبر میدیم زودتر بگیم ممکنه متوجه بشن شما افتاده بودید نمالش دازه شاید این چیزی که با خاطرش رفتن اونجا خیلی مهم نباشه اینطوری پیچیده میشه من نگران همین پیچیدگیم همین چیزی که بچه ها رفتن دنبالش سهراب امروز صبح خیلی عجیب حرف میزد میگفت که نمیدونه که شما در رابطه با پدر و مادرش بهش حقیقت رو گفتین یا نه اینکه اونا واقعا مفقود شدن یا اینکه نه خب منم هم همون چیزی که میدونستم گفتم هر چیزی که توی پرونده نوشته شده آقای خندان میگم نکنه یه وقت یعنی یه طوری نشه که پدر و مادر واقعیش پیدا بشن خیلی بعیده ولی نمیگم محاله شما نگران چی هستی خانم افراز پدر و مادری که بدون دلیل منطقی بچهشون رو رها میکنن از دید قانون مجرمه اگرم پیداشون بشه سر و کارشون با قانون و دادگاه و زندانه برای همین هم هست که اساساً سرکلشون پیدا نمیشه تازه فرقی هم با حالشون نداره چون نه قیمومیت بچه رو دارن نه حق حضانتشو بعدم اساساً زمانی حق سرپرستی بچه ها واگذار میشه که قیمشون مفقوده بله ولی حق بدین که من نگران باشم وقتی سهراب این سوالا رو پرسید یه حالی شدم خیلی حالم بد شد ته دلم خالی شد آقای خندان من به شما حق میدم ولی شما یه چیز رو نمیدونی و اون این که این بچه ها طی سالها حتی تا بزرگسالی به پدر مادر واقعیشون فکر میکنن که چجوری این بلا سرشون اومده یا رهاشون کردن بعضیاشون میشینن برای خودشون قصه میبافن بعد تو این قصه ها به پدر مادرشون حق میدن یعنی تبرئشون میکنن خیلی سخته خیلی سخته یکی قبول بکنه که پدر مادرش نمیخواستنش اینو بسپارید به من درستش میکنم
حالا دعا کنیم انشالله بچه ها زودتر برگرد. انشالله. مادرزاز؟ بله. ما باید زود برگردیم. کجا برگردیم؟ تو که دیگه تو یتیم خونه نیستی؟ البته به اونا میگن خونه یا مرکز. بعدشم این میره پیش پدر مادرش. البته پدر مادره که همینجوری گیرش اومده. ولی اگه پدر مادر واقعیش بیداشم میره پیش اونا. میشه زودتر به این که اونا یعنی پدر مادر واقعی کجا؟ چرا که نشه؟ یه قشون آدم افتادن په تا عاقبت پیدا شدی. پدر مادرت بفهمن خوشحالی بال در میارن. یه عمر پیتن 11 ساله به یه پسر بچه مادرزا شیشنگشتی خیلی کوچولو موچولی بودی که گمت کردم. هر جا رو که بگی جوریدم، به هر دری که بگی زدم. تو این در اون در زدن و سراغ منم اومدن. اولش فکر میکردن که شرمو آدم نامرد بچه دوزه. بچه اونا هم من دزدیدم. اینجوری تو گوششون کرده بودن دیگه. هزار جور ملق زدن تا ازم حرف بکشن. قول مشتلق دادن، خونه دادن، شاسی دادن. بعد که فهمیدم راه رو اشتباهی اومدم، دومشونو گذاشتن رو کولشونو رفتن. ولی من دلم به حالشون سوخ، به حال داغ دلش. عمو شبو اهل دلسوزی این حرفا نیست. ولی داغ بچه رو دل میمونه. خودم یکیشو این کنج دلم دار. شما هم چطوری پیدا کردین؟ ها؟ شما هم چطوری پیدا کردین؟ قصه 1001 شبه. پی اونو نگیر. ماما باش خبر دارن؟ زود بود برای خبردار کردنشون. اول باید مطمئن می شدم اون بچه‌ای که به هم خبر داده بودن تو یتیم خونه است اصل جنسه یا نه. کی خبر داده؟ شراغا، گفتم پی اونو نگی. برید عقب. ببخشید آخه. آخه باز چی نمیخواستن سورا پیدا شه؟ واسه این چه صلاح نبود. به خاطر این که همون شبون خیلی ها رو دور زده تا به رفیقت رسیده. اونایی هم که دور زده همونایی هستن که نذاشتن دست بابا ننهش بهش برسه. آخه چرا؟ اونه که میگین کی هست؟ واسه چی نمیخواستن سورا پیدا شه؟ بله پسر جون، بیشتر آدم های دنیا رو حساب نفع و ضررشون قدم از قدم بر میدارن. ولی با بود اینم اینا هم به نفعشون نبود که تو باشی. شاید هم هنوز به نفعشون نیست. تو کم آدمی نیستی پسر جون، تو آدم مهمی هستی. انقدر مهمی پسر که بودنت کاسه کوزه خیلی ها رو به هم الان شما ازشون خبر داری؟ میدونین کجا؟ رفتن دامغان. یه هفته پیش رفتن. یکی گفت یه بچه شبیه تو یه گوشه دامغان، اونم راهی دامغان شده. رفتن به نخودسی ها. نمیدونه اصل جنس پیش منه. مام بابام کی هن؟ چی کارن؟ این شکل اوناست؟ وقتش میفهم. چطوری میتونم ببینمشون؟ وقتش کیه؟ وقتش وقتیه که اونا از سفر برگردن. چطوریشو خودم جفت جورش میکنم. اصل مطلب الان شنفتی. خیالت راحت شد. خواب و خیالت پسر جون واقعی شد را. حالا دیگه باید دندون رو جیگر بذاری تا عمو شعبون ترتیب همه کارا رو بده. تا اینجا من برات خیلی مایه گذاشتم. من بعدش هم میذارم. تو سهراب شیشنگوشتی پدر مادرتی. قول میدم دست تو بذارم تو دستشون. ولی شما هم باید یه قولی به من بدید. هر قولی باشه میدم. منم هر قولی. قول شرف. قول شرف.
باید قول بدیم چیزایی که اینجا شنفتیم جایی درس ندیم. یعنی اگه درس پیدا کنه فاتحه همشبون خونده است. فاتحه خونه منم نمیذارم دست پدر مادرت به تو برسه، همینجوری که تا الان نذاشتم. قول میدین؟ دیگه اینجا کاری نداره، دیگه هم اینجا پیداتون نمیشه تا من خودم بیام سراغتون. اینجا پیداتون میشه شر میشه، شرم که بشه من بدقول میشم، بدقولم که بشم دیگه پای قولم بانیستم، هر قولی که باشه بل بیا به جمعی. باز نیفتین دنبال من ها، با تو هم رفیق فابری تیز و بزبازی در نداری سر منو بدی به باز. اگه تیز و بزبازی در نمی آوردم که رفیقم اینجا ماما مماش نمیفهمی. گفتم که خودم میام سرم به تو، عمو میدادی میومدم. حالا هم حواظه به بردی آرشه بابا، آرشه همینجا از من پیاده میشه. خونه نزدیکی دیگه، باید چه امکان جزئی دارم شوهد برم بفرمایید. باشید خیلی ممنونم همون شب ما من همینجا هم دیگه، یا اینجا هم یوم از بشم باشم هم که اون خونه هستی. حتی میخوای شما رو تلفن بدن زنگ بزنم؟ من تلفن ملفون ندارم بچه جون. داری چیکار میکنی؟ میخوای خودتو به کشتن بدی؟ نه یا اگه اومدی اینجا مثلا یوم من نبودم چیکار میکنی؟ بکنم بالاخره یه خاکی به سر خودم میکنم دیگه، یه جوری پیداتون میکنم. برو باشی باشی، اصلا میخوای من شما تلفن بدم به تو زنگ بزنم؟ تو حرف آدمی زد آلید نیست؟ برو اونجا واسه دمی داره؟ با تو هم بده، بده دمی داره؟ با تو بده بالا؟ دستتون بده بالا؟ تا چند بلدی بشماری؟ هر چقدر که شما بدی؟ تا سی بشمار تا من برگردم. چشم یک دیگه داشتم زنگ میزدم به پلیس. ببخشید. حرفشم نزن. تا به هم نگی چرا دوباره به هم دروغ گفتی و با اون رفیق تو بیابون چه کار میکردی، حرف معذرت خواهی رو نزن. دنبالم کردی؟ چیه؟ ناراحت شدی؟ من فقط دو دقیقه جلوی در اون پارک وایسادم. بعدش هم جنابالی زدی زیر قول و قرارت و با رفیقت از پارک اومدی بیرون و موتور گرفتی. چیکار باید میکردم؟ نه باید دنبالت میومدم؟ تا وجود منم کردی. تا یه جایی، از یه جایی به بعدم ماشینم گیر کرد، وگرنه حال و روزم این نبود. سیر تا پیاز همه چی رو باید به هم بگی. بیا بشین. چند وقت پیش یه پیرمرد عجیب غریبی اومده بود دم در خونه، سراغ منو از هاشم میگرفت. نشونی های منو داده بود، همه شونم درست بود. گیر داده بود منو ببینه. منم فکرم چیز مهمی میدونه درباره پدر مادر واقعیم. اون روزا که از مدرسه زدم بیرون میخواستم اونو ببینم ولی اونجا نیومد، تا اینکه امروز هاشم زنگ گفتش که دیشب جوش پیدا کردم. یعنی جاش تو اون بیابون بود؟ سر دسته دست فروش هست، با یه عالمه دست فروش تو یه جا زندگی میکنن، به خاطر همینجاشون بیرون شهره. خب چی گفت بهتون؟ اون چیزی که میخواستیم و نگفت. یعنی چی؟ یعنی اصلا به خاطر یه چیز دیگه افتاده بود دنبالم. خب به خاطر چی افتاده بود دنبالتون؟ من قبل اینکه بیام پیش شما با یه پسر دستفروش دوست شده بودم. سواد نداشت، مدرسه هم نمیرفت. هی از من میپرسید که مدرسه رفتن چجوریه؟ منم بهش گفتم که اصلا خود باید بری مدرسه تا بفهمی چجوریه. بعد امروز فهمیدیم که اصلا اون پسره پیش همین پیرمرده کار میکرده. مسکه بهش گفته که
من میخوام برم پیش مدرسه و اینا. بعد پیرمرد اومده بود پیش من میگفت که دست سر این یارو بردارم. خب بعدش امروز فهمیدیم پسرت دست پیرمرد فرار کرده بود. به خاطر این پیرمرد نیومد سر وقت من. وقتی دیدتون دعوات کرد؟ نه فقط سرمون داد زد گفتش که بریم پی زندگیمون دست سرش برداریم. سهراب جان اگه اون مرد اذیتتون کرده میتونی به من بگی، میدمش دست پلیس دمار از روزگارش در بیاره. نه 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 اصلا اذیتمون نکرد. خیلی خوب، فقط من موندم چرا دو تا پسر 12 ساله تک و تنها را میفتن میرن تو بیابون، اونم سراغ سردسته دست فروشا؟ مگه فیلمه؟ اگر اونجا سرتون رو میبریدن هیچکس خبردار نمیشد. ما خودمونم خیلی ترسیدیم چون فکرم به خاطر پدر مادرم رفتن. میشه به ام قول بدی دیگه الهامو نصف جون نکنی؟ از این به بعدم اگه خواستی بری دنبال اون پدر مادرت یکم هم به فکر این پدر مادرت باش. برم زنگ بزنم به آقای خندان و بابک، خیلی نگران شد. چیکار میکنی؟ یه ماز بزن به حسابم. باشه حالا بیا کمک. اومدیم یه ماز بخوریم ها. خب چه خبر؟ رفتی جادی شبیه؟ آره بابا خیلی خفن. سرک کاری یارو در آوردی؟ همه چیشو در آوردم. داره بهت میگم این برنامه امشب چیه؟ امشب برنامه نداریم. چرا؟ برای بچه جور نیستن، منم قبل مدرسه خورده کاروار دارم. ای بابا تو دال نزن دیگه، امروز حسن نهارم برم خونه. حالا اگه حال میکنی بیا با من، شاید رفتم مدرسه، شاید هم مدرسه رو پیچوندم رفتم یه بری. یکی از بچه هم جوره، اونم میام. ای بابا من پایم. خاطرات دریا محال یادم بره، شود حال دریا. همون پیش موتور الان میام. خب زنجیرش کن منم باید بیام دیگه. میگم 2 دقیقه برگشتم الان میام. چی برداشتی؟ هیچی. واسه تا بیام. وایسا بابا. الان میام. Thank you.
بلا کن من این چه هرم بگم این چه هرم جای از اون موقع تا الان دنبالتا میمزدی بیشور امام روانی اصلا کرده آشو بابا دیونه ای تو دیونه امنه ترینی آخه دیونه ای تو کاری بود چرا قاطی میکنی آشو بابا چرا دعوا تو خانه دوباره منو بیاری تو پارک خلط میکنی باش شامپر نچسبون نمت فروش اینا عادیه بیا بشیم بالا میخواییم بریم چرخی بزنیم حالت میاد سر جاش بشیم میخواییم بریم صفا کنیم کولت همون این ساسو برای ما نمیاری دست درد نکنه برام بیا بفرم بیا آشم ساس بریزم با ساس بخور بیا بیا بخور دیگه نکن ما نیم صفا کنیم حالیمون رو خراب نکنیم دیگه نمیخوری آشم آقا چکی سلام بر مرد نیکو سرشت چه خبر شده ابو شبو کیف کوچه مطلبو بشنوفی بهم حق میدی آقا نگهدار بشنوفه مطلبو بگو یا آخه مطلبم مژدگونی لازمه ولی پیش پیش نمیگیرم به وقتش شما هر چی بدی میذارم پره جیبم و لام تا کام حرف نمیزنم آقا آقازاده منصور افشار نوه ایرجخان افشار نتیجه افشارخانی چیچی دوله رو پیداش کردم باور کنید باش هم کلوم شدم مولا درزش نمیره خود خودش بود نامونشونه صحیح صحیح بود فقط یه سجلت کم داره که شما دستور بدی چشم هم و تا حتا جورش میکنم شما فکر کن منصور خان که اونجوری پیش جور قبر اون بچه بود حالا بفهم آقازادش زنده است و یه گوشه این تهرون صحیح و سالم داره میلوله چه حالی پیدا میکنه کل تهرون و حلوا خیرات میکنه شاید هم کل راسته جمهوری رو ببنده به کباب و پلو چلو وای 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 چه بوی ورداره باب همایون و جمهوری کباب شما از خاصا کبابه ها از اون کباب بناباه که هر چی بذاری دهنت بازم میخوای بخوری خرمرده نیست که داغش کرده باشم وای ولی آقا نگهدار امون شبو لام تا کن نست داره هوای شب